نام خدا با عرض سلام و وقت به خیل. خدمت یکایی یک آرادی های دوست داشتنی امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز موضوع برنامه مون دریافت مشاوره در کسب و کار هست خیلی از شما ها در این ایام اخیر که تقریبا یه سه درگیر مسائل کرونا هستیم و از ما اساتید مجموعه دور هستید یقینا به دنبال این هستید که به صورت خصوصی مشاوره بگیرید خب در این مدت مجموعه برندینگ هایی داشته ایده های جدیدی که بتونه راحت‌تر به مشتری‌های خودش خدمات خودش رو ارائه کنه و مشاوره بده چرا که حجم مشتری‌های مجموعه خب یقینا تعدادش خیلی بالاست و اگر ما بخوایم یک به یک با هر کدوم از این عزیزان ارتباط داشته باشیم و صحبت کنیم کار رو بسیار سخت و دشوار میکنه بنابراین تصمیم گرفتیم که واحد جدید رو در مجموعه رو اندازی کنیم به اسم واحد گروه مشاوران فنی که از این به بعد شما به سادگی میتونید با این واحد در ارتباط باشید و حالا نکاتی وجود داره برای مشاوره گرفتن برای موفقیت در کسب و کار که امروز به اون اشاره خواهیم کرد و آموزش خواهم داد که از چه مسیری و چه ابزاری شما میتونید به خواسته خودتون برسید بحث مشاوره گرفتن خیلی مهمه چرا که اکثر مردم دلشون میخواد با یک نفری در ارتباط باشن و بدونن آیا دارن مسیر رو درست طی میکنن یا نه و وقتی من میخوام تو کسب و کار خودم موفق بشم دریافت این مشاوره ها باید برای کسب و کار من راحت باشه اگر سخت بخواد باشه من رو خسته میکنه یعنی من دیگه دلم نمیخواد بخوام با کسی در ارتباط باشم و ازش مشاوره بگیرم پس نیاز هست کار آسون بشه راحت بتونم با مشاور هم ارتباط بگیرم راحت بتونم از اونها برنامه دریافت کنم و راحت بتونم به خواسته هایی که مد نظر خودم هست برسم از خیلی از موارد تو مجمع رو این شاید سر در نیارم و میخوام یک نفر کمکم کنه پس نیاز هست که یک مشاور داشته باشم بریم اسلاید اولو در رابطه با مشاور صحبت کنیم اینکه اصلا واقعا ما چرا به مشاور نیاز داریم خوب دقت کنید هر فردی برای موفقیت در زمینه ای که مد نظرش هست به مشاور نیاز داره یه وقتا یک نفر خودش مربیه مربی مثلا مسائل ورزشی کارهای ورزشی هست و میاد برای موفقیت تو کسب و کار خودش مشاوره میگیره مثلا من در خیلی از باشگاه ها میبینم افرادی که مربی بدنسازی هستن میان برای اینکه بتونن شاگرد های بیشتری داشته باشن و اون باشگاهشون پر باشه افراد بیشتری رو بتونه ثبت نام کنه برای کسب و کار خودش میاد سراغ ما و از ما برنامه میخواد دوباره ما خودمون از خیلی از مربی های ورزشی دوباره برنامه میگیریم یعنی خیلی از اساتید از مشاورهای دیگه دارن بهره میگیرن و به همین شکل یک فرد توامنتر میشه قویتر میشه شما در زندگی خودتون برای مسائل تبلیغاتی خودتون برای مسائل تجاری خودتون برای مسائل بازار داخل یا بحث صادراتی نیاز به مشاور دارید چرا که هر فردی در رابطه با موضوعی اگر اطلاع نداشته باشه اگر شناخت نداشته باشه اگر بلد نباشه نیاز هست فردی رو پیدا کنه که بتونه با اون فرد در ارتباط باشه و اون فرد بهش آموزش بده طبیعیه همه ما پس در همه ابعاد زندگیمون هر روز در حال یادگیری هستیم در حال آموزش دیدن هستیم خب خیلی از ماها مربی خصوصی داریم و خیلی هامون مربی خصوصی نداریم یعنی خیلی از افراد ما میبینن برای اینکه یک موضوع ساده رو یاد بگیرن مجبورن برن ساعت ها مطالعه کنن کتاب بخرن یا بخوان یک سی دی آموزشی یا دوره آموزشی رو خریداری کنن و خیلی ها کارا یکم وضع مالیشون بهتره معلم خصوصی میگیرن معلمی که راحت بتونم با اونها در ارتباط باشم و سوال خودشون رو مستقیم بپرسن یقینا آموزش های حضوری راحت تره یعنی من اگر قرار باشه از کتاب یاد بگیرم کار برای من سخت میشه اگر قرار باشه که مثلا با گوش دادن به یه فایل صوتی یاد بگیرم یک تاجر بشم یکم کار سخته یا یک فیلم ببینم یا یاد بگیرم همین که شما دارید برنامه زنده رو میبینید خب این یادگیریش آسان‌تر از مطالعه یک کتابه چرا که مستق دارید اما اگر جلسه حضوری بود یقینا بهتر و راحتتر میتونید مباحث رو یاد بگیرید پس نیاز هست هر کس برای یادگیری یک معلم خصوصی داشته باشه حالا اگر شد حضوری اگر نشد به صورت تلفنی یا از طریق شبکه های اجتماعی از طریق مسنجرهای های مختلف پیام های مختلف ما بتونیم با یک مشاور و یک مربی ارتباط داشته باشیم چرا چون من سوال هایی در ذهنم به وجود میاد سوال هایی که جوابشون نمیدونم مسیر هایی که بلد نیستم میخوام اینها رو یاد بگیرم و بتونم انجام بدم باید کسی باشه که این مسائل به من یاد بده و اگر قرار باشه برم کتاب بخونم سایت بخونم یا یه دوره آموزشی خریداری کنم واقعا کار بسیار سخته دیگه ما چقدر بخوایم ام کنیم تا بخوام همین مباحث یک یک روز دوره بخاریم. دور دوره هم ضبط شده هستن قدیمی میشن تکنیک هایی که امروز وجود داره ده سال پیش وجود نداشت تکنیک هایی که تو کتاب های امروز داره گفته میشه برای زمانی که اصلا تلگرام و اینستاگرامی وجود نداشت برای زمانی که اصلا چیزی به اسم سئو وجود نداشته پس فایده نداره یعنی اگر بخوام خب اونها رو مطالعه کنم برای علم امروز برای تکنیک امروز اصلا کاربردی نیست پس نیاز دارم با مربی که بتونم تلفنی صحبت کنم حداقلش بتونم سوالات که مد نظرم هست رو بپرسم پس اینجا وجود یک مشاور حس میشه چرا که یه سری از موارد هست ما ها نمیدونیم و نیاز هست که با یک فرد ارتباط بگیریم صحبت کنیم تا اون فرد به ما آموزش بده ما تو مجموعه آراد اومدیم این موضوع رو تشخیص دادیم شناسایی کردیم و فهمیدیم خیلی از مشتری های مجموعه آراد برندینگ برای اینکه بتونن در کسب و کار خودشون موفق بشن نیاز هست با افرادی ارتباط داشته باشن نیاز هست سوالات خودشون رو بتونن تلفنی بپرسن اون موضوعاتی که مد نظر خودشون هست رو مطرح کنن حالا در بین این سوالات سوالات طبقه بندی میشه سوالات بسیار بسیار زیاده بعضا سوالاتی به وجود میاد در ذهن من در ذهن شما که فکر میکنید اگر به این سوال پاسخ بدید رمز موفقیتتون در همین سواله در حالی که بعضا شما یک سری از موارد تو زندگی خودتون به عنوان یک چالش شناسایی میکنید به عنوان یک مشکل شناسایی میکنید که ما اساتید اون موضوع رو یک چالش و یک مشکل نمیدونیم میگه موضوع طبیعیه برای همه اتفاق میافته و راهکارش هم این این اینه حتی اگر شما این موضوع رو حل کنید ما در آیندهش میدونیم باز چه مشکلات دیگه ای باهاش مواجه میشید باهاش روبرو میشید و اون مشکلات هست که مشکلات اصلیه پس بعضا من یک سری از موارد رو فکر میکنم که یک مشکله در حالی که از نگاه ما اون مسائل یک مشکل نبوده حتی اگر چیزی که از نگاه شما یک مشکل حل بشه باز مشکل اصلی شما حل نمیشه و مشکلات چیزهای دیگه ای بودن وجود یک مشاور اینجا حس میشه که یک نفر باشه همه این مسائل به من بگه حتی با وجود اینکه ما تو مجموع رو برانی خودمون مشاور هستیم و داریم به شما ها یاد میدیم خب خودمون باز اساتیدی داریم خودمون باز در حال یادگیری هستیم در زمینه های مختلف در ابعاد مختلف پس نیاز هست که این سلسله مراتب روایت بشه و شما هم بتونید در کسب و کار خودتون موفق باشید بریم اسلاید بعدی یک تعریف کنیم از مشاوران مجموعه مجموعات مشاورات مشاور ها به دو دسته تقسیم بنده میشن گروه اول مشاوران تجاری هستن یعنی این گروه اینجا گروه اول دوم رو برعکس نوشتیم اینجا گروه اول رو نوشته که مشاوران فنی گروه اول مشاوران فنی در نظر بگیرید این مشاورها به شما کمک میکنند در رابطه با مسائل فنی چنانچه یه وقتی شما میخوای تجارت الکترونیک داشته باشی از مسیر اینترنت مشتری پیدا کنی بفروشی پس یه وقتی مجبور میشه که سایتت رو بروز کنی آپدیت کنی سایت داشته باشی سایت جدید بخوای طراحی کنی سایت به زبون های مختلف بخوای بگیری و هر موضوعی در رابطه با سایت سایتت خراب میشه بالا نمیاد سایتت کند میشه اینها بهش میگیم مسائل فنی یا مثلا یک دامنه دات آی آر میخوای داشته باشی تبدیلش کنی به دات کام و هزاران داستان شبیه به این اینها برمیگرده به مشاوران فنی یا یه وقت میخوای روی سایت ها یه کمپین های تولید محتوا داشته باشی میخوای یک کمپینی این ماه در نظر بگیری میگی از ماه مثلا خورداد تا شهریور این چند ماه هم من میخوام تولید محتوا داشته باشم روی سایت اول دوم سوم یا هر چند تا سایتی که دارم خب کی هست به من مشاوره بده کی هست که به من بگه چه تعداد محتوا بگیر رو کدوم کلید واژه ها کار, کار کن چی کار کن چی کار نکن در چه عبارت من تو اینترنت تو گوگل جایگاه بگیرم تو اینستاگرامم چی کار کنم تو تلگرامم چی کار کنم اینا رو کی به من یاد میده خب مشاور فنی وظیفهش همینه که همه این مباحث رو گلچین کنه در اختیار شما قرار بده و شما یاد بگیرید ما تو مجموعه برندینگ اومدیم این موضوع رو تفکیک کردیم یعنی گفتیم هر کس سوال فنی داره مشکل فنی داره مشکل تبلیغاتی داره میخواد برندسازی قوی تری داشته باشه میخواد مشتری بیشتری داشته باشه که همه این مسائل برمیگرده به بحث های فنی خودش در واقع کارهایی که شخص شما با تیم آرا برندینگ دارید با گروه مشاوران فنی قابل حله و ما اومدیم به ازای هر مشتری تو مجموع آرا برندینگ یک مشاور فنی رو معرفی کردیم گفتیم مثلا فرد اول مشاور ده تا آدم، 20 تا آدم، 50 تا آدم میتونه باشه. فرد دوم مشاور چندین نفر میتونه باشه. پس هر کدوم از شماها یک مشاور فنی دارید. پس اینطور نیستش که شما شخص شما بخواد با ده مشاور فنی در ارتباط باشه. نه. برای شخص شما ما یک مشاور فنی رو در نظر گرفتیم. که شما هر مشکلی خوردید هر سوالی داشتید در رابطه با مسائل فنی مسائل تبلیغاتی مسائل تولید محتوا هر چی میتونی با مشاور فنی خودت ارتباط بگیری مشاور فنی شما کامل اطلاعات مربوط به شما رو در اختیار داره یعنی میدونه شما چند تا سایت داری تا به حال به چه شکلی تولید محتوا برای شما انجام شده چقدر تبلیغات کردی چقدر برندسازی کردی چه کارهایی انجام دادی و چه کارهایی انجام ندادی پس مشاور شما این موضوعات رو کامل میدونه اگر شما با فردی غیر از مشاور خودتون ارتباط بگیرید یه وقت تماس بگیرید شما رو چون رو سایت هست تماس بگیرید مشاوری که مشاور شما نباشه اطلاعات شما رو نداره پس خواهشان با مشاور خودتون جوین بشید اوکی هماهنگ مرتب و کارهای خودتون رو یک به یک بر اساس آموزش هایی که ما به مشاورمون میدیم و مشاور به شما انتقال میده پیش ببرید پس این یه نکته است ما از این مسیر میتونیم بی نهایت فرد رو مدیریت کنیم پس بحث مدیریت عزیزان من بدونید خیلی حساسه اگر شما بر اساس اون چیزی که ما برای شما میچینیم پیش نبرید کارهای خودتون رو خب یقینا به مشکل میخورید یقینا چالش هایی برای شما به وجود میاد چرا این اتفاق میفته چون ما در رأس قرار میگیریم خوب دقت کنید حداقل ما 5000 مشتری داریم حداقل که فعال دارن کار میکنن خب امروز یه مشکلی برای شما به وجود میاد و شما از نگاه خود فکر میکنید مشکل فقط برای شماست در حالی که نه یک ماه گذشته دو ماه گذشته سه ماه گذشته چنین مشکلی برای فرد دیگه حداقل از بین این 5000 نفر به وجود اومده و راهکار شما فهمیدیم پیدا کردیم مشکلش رو حل کردیم مشاور فنی شما از این موضوع مطلع و اطلاعات رو در اختیار شما میذاره پس همیشه به این موضوع فکر کنید مشکلی که امروز برای شما به وجود میاد فقط برای شما نیست یقیناً از بین این همه آدم برای افراد دیگه هم یعنی این مشکل به وجود اومد اما امروز این مشکل داره برای شما اتفاق میافته و از نگاه شما یک مشکله نه از نگاه ما دیگه از بس این موضوع رو ما هی تی کردیم فهمیدیم یک مشکل نیست یک امر کاملا طبیعیه مثلا ما میفهمیم گوگل میاد آپدیت های جدید خودش رو ارائه میکنه و به همه داره اعلام میکنه که در شش ماه آینده من این آپدیت خودم رو اعمال خواهم کرد پس از اینجا ما میفهمیم اگر شما این موضوع رو ندونی و پیشگیری نکنی شش ماه آینده به مشکل میخوری دقیقا افرادی که بیخیالن امروز افرادی که اصلا توجه نمیکنن به حرفها شش ماه آینده میبینیم که این افراد به مشکل خوردن میگن آقا چرا سایت های ما اینجوری شده ما که داشتیم جایگاه میگرفتیم ما که داشتیم تولید محتوا میکردیم چرا امروز زن خور نداریم به خاطر همین نکته ساده است به خاطر همین نکته ساده که گوگل اعلام کرده من آپدیت جدیدی رو میخوام اعمال کنم خب عزیزان من کی میخواد این موضوع رو به شما اترزانی کنه؟ شما شاید در حال حاضر دارید این پخش زنده رو میبینید یه زمانهایی فرصت نکنید مشاورها در کنار شما هستن و همه این اطلاعات رو در اختیار شما میذارن برای همین من خواهش میکنم که مشاور رو یک دوست خودتون در واقع بدونید که اون فرد میخواد به شما کمک کنه پس باید با کسی که داره با شما ارتباط میگیره و به عنوان مشاور شما به عنوان حامی شما معرفی میشه ارتباط صمیمیتر و, تنگ و تنگ تر داشته باشید و مباحث رو یک به یک با هم دیگه حل کنیم و این موضوع قابل حل هست قابل اجرا هست و ما میتونیم این کار رو انجام بدیم پس گروه مشاوران فنی رو متوجه شدید گروهی که تمام مسائل فنی شما هر کاری که شما با آراد دارید رو برای شما حل میکنه و پیگیری میکنه و سفارشات شما رو ثبت میکنه شاید شما یک کمپین تبلیغاتی جدید را اندازی کنی برای ایام کرونا میخوای یه کمپین تبلیغاتی جدید کمپین تبلیغاتی که میگم منظورم تولید محتوایی که رو سایت رو شبکه اجتماعی بخواد باشه فرق نمیکنه اینها رو در قالب یک کمپین ما معرفی میکنیم یه کمپین یک ماه دو ماه سه ماه پنج ماه یک ساله میخوای برای خودت بچینی و کارهای تبلیغاتی خودت رو انجام بدی بعضا میخوای خودت تبلیغات کنی بعضا میگی که من نه حوصله تبلیغ کردن ندارم کار تبلیغاتو میسپارم به تیم برندینگ و برای من انجام بده همه اینها قابل انجامه اما چی خوبه چی بده از نگاه ما اساتید کارها رو باید برون سپاری کرد چون در امر تجارت کارها بسیار بسیار زیاده وقتی ما صحبت از برندسازی میکنیم یه بخش تبلیغات که مهمترین بخش ماست و رابطه مستقیم داره با پول ما چرا که اگر تبلیغاتمون کم باشه مشتری نخواهیم داشت مشتری نداشته باشیم خب فروشی نخواهیم داشت فروش نداشته باشیم خب درآمدی هم نخواهیم داشت پس طبیعیه پس مهمترین بخش تبلیغاته. تبلیغات خیلی مهمه چرا که رابطه مستقیم با پول داره مشتری برای ما میاره و پول هم دست مشتری بود پس بحث تبلیغاتیه یه وقتی شما دلتون میخواد مسافرت برید مریض میشید هر اتفاقی برای شما میفته اطرافیان شما درگیر بیماری خاصی میشن و شما نمیتونی تبلیغات کنید خب چه اتفاقی میفته کسب و کار شما و درآمد شما میخوابه. باید همه این گزینه ها رو مدیریت کرد خیلی از افراد میگن ما پول نداریم با یک واژه پول نداریم چه اتفاقی برای من میفته خوب دقت کنید راحت ترین کار ایراد گرفتنه یعنی یه وقتایی من نمیخوام یه کاری انجام بشه ایراد میگیرم بهونه میارم عزیزان من بهونه آوردن کار سختی نیست خیلی راحته هر کس میتونه بهونه بیاره یه بهونه ای که من پول ندارم خب میخوای چیکار کنی حالا پول نداری پول نداری تبلیغات کنی خب باش آیا از روش دیگه میتونی مشتری پیدا کنی یا باید خودت تبلیغات کنی یا برون سپاری کنی کار رو اگر پول نداری خب خودت تبلیغات کن افرادی رو من میبینم که نه خودشون تبلیغات میکنن نه میسپارن کار رو به دیگران که دیگران براشون تبلیغات کنن چه اتفاقی میفته مشتری ندارن بعد از یه مدت شاکی که آقا ما چرا مشتری نداریم چرا ما به درآمد نمیرسیم پس شرکت آرات کلا پس دروغ همه این حرفا نه عزیزان من دروغ نبود اجرا نکردید من بارها دارم تاکید میکنم بشنو بفهم باور کن به کار به بنت استگار بشی سخن امام علیه. خیلی جالبیشون میگم میگم بشنو اول بفهم داستان چیه باور کن به کار ببند چیزایی که میشنوی میفهمی رو اجرا کن تا زمانی که شما اجرا نکنی اتفاقی برای شما نمیافته پس عزیزان من اینطور نیست که بگید آقا من نمیخوام انجام بدم مثلا نمیخوام گوش بدم بعد میخوام موفقم بشم نه هیچکس متووارات نداریم هیچکس رو در دنیا نداریم که اجرا نکرده باشه و موفق شده باشه افرادی هستن که گوش ندادن نفهمیدن اما اجرا کردن مثلا من از یک نفر شنیدم که اگر این کار رو بکنم موفق میشم اما حوصله ندارم خودم انجامش بدم حوصله ندارم اون کار رو خود من انجام بدم میام چیکار میکنم میام برون سپاری میکنم میگم تو این کار رو برای من انجام بده من خودم وقت نمیکنم اما انجام دادن اقدام کردن عمل کردن این مهمترین نکته است زمانی که شما دست به انجام یک کار میزنی اتفاقا برای شما میفته پس بحث تبلیغات فرایند و پروسه یه که هرگز نباید تعطیل بشه هرگز افراد رو من میشناسم متاسفانه یه پروسه یه کمپین مثلا سه ماهه برای تولید محتوا میگیرن سه ماه میان تولید محتوا انجام میدن رو سایتشون بعد از سه ماه مشتریاش مثلا شروع میشه زنگ میخوره گوشیش بعد میگه حالا که داره زنگ میخوره پس تبلیغات تعطیل چه اتفاقی میافته؟ تو کمتر از یک ماه زنگ هاش کاهش پیدا میکنه فرایند تولید محتوا یک فرایند همیشگیه مثل چی میمونه؟ مثل پدال زدن، مثل حرکت کردنه یه وقتایی شما میخوای حرکت کنی از نقطه صفر میخوام حرکت کنم بیام بالا خوب دقت کنید میای بالا یه مسیر رو طی کنی اگر یکجا حرکت کنی خسته نمیشه یک توانی داری مسیر داره همینجا طی میشه هر جا که استوب میزنی میای تر میگی من که پایین نیومدم بله شما پایینتر نیومدی رقبا دارن پیشی میگیرن اینگاه شما نفر اول بودی استراحت کردی قرار نیست وقتی نفر اولی و استراحت میکنی بقیه از شما جلو نزنن نه بقیه دارن جلو میزنن پس شما دیگه اول نیستی بله اگر رقیبی وجود نمیداشت شما سه ماه تبلیغات میکردی و بعد تموم بود خیلی خوب بود همیشه صفحه اول بودید همیشه جایگاه داشتید همیشه مشتری داشتید اما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که همه هر روز در حال تولید محتوان برید پیجای اینستاگرام رو نگاه کنید در هر ثانیه میلیون ها محتوای جدید داره ساخته میشه هر کس داره یه چیزی میگه حالا یه سری افراد مفید حرف میزنن یه سری افراد بیخود حرف میزنن اما داره محتوا تولید میشه تو بحث سایت هم به همین شکله در هر ثانیه چندین میلیون محتوا داره تولید میشه خب خیلی این عدد اگر شما امروز رتبه یک رو دارید و تولد محتوا دیگه نکنید ادامه ندید این فرایند رو چه اتفاقی میافته؟ دیگران رقبای شما تولد محتوا میکنن و شما دیگه اول نیستی خوب دقت کن برای اینکه در رتبه اول بمانیم برای اینکه همیشه مشتری داشته باشیم باید همون مسیر رو طی میکردیم آسه آسه میشه طی کرد و همیشه میتونستیم در رتبه اول بمانیم اما وقتی استوب میزنیم و رقیب ها میان بالاتر چه اتفاق میافته؟ حالا انرژی خیلی بیشتری میخواد حالا شما شدی پنجم باید انرژی بذاری بشی چهارم انرژی بذاری بشی سوم دوم تا به اول برسی فوق العاده انرژی میخواد و اونجاست میگه ای کاش طول محتوا متوقف نمیکردم ای کاش بحث تبلیغاتیم قطع نمیشد با این حرکت اشتباه خودم کاری کردم که رقیب ها جلو بزنن نه هر وقت شما اول شدید نگو بس استراحت استوب نه تازه از اینجا آرامش داره شروع میشه آسایش داره شروع میشه مشتری داره شروع میشه همین که شما میخوای برداشت کنی خسته میشی یا خسته نمیشی میگی حالا که دارم نمیخوام این استراتژی این نگاه و این باور غلط باعث میشه که شما شکست بخوری یه وقتایی حرف های من رو میپذیری قبول میکنی اعتماد میکنی و انجام میدی یه وقتایی نمیپذیری من نکته ای که دارم و به تمام ها میگم میگم هر فردی که نپذیرفت خودش چوبشو میخوره و مسئول این شکست هم باید خودش باشه نباید بیام بگم که خب من برنده نشدم من موفق نشدم پس تو مقصری چرا من مقصرم ما که به شما گفتیم یک دو سه این کارها رو به ترتیب انجام بدید مشاور نقشش همینه که بیاد تمام مواردی که شما نیاز داری برای موفقیت تو کسب و کار بیاد به شما بگه حالا شما هستید که انتخاب میکنید شما هستید که میپذیرید قبول میکنید یا میگید نمیخوام یا میگید باشه انجامش میدم ما مسئول افرادی هستیم که حرف ها رو گوش دادن انجام دادن دست به اقدام و عمل زدن ما مسئولیم که این فرد باید جواب بگیره باید نتیجه بگیره اما کسی که نمیخواد دست به اقدام و عملی بزنه ما دیگه مسئولش نیستیم چون خودش واقعا نمیخواد موفق بشه ما تا اونجایی که توان داشته باشیم تا اونجایی که انرژی داشته باشیم تا اونجایی که واقعا بتونیم کمک کنیم کمک میکنیم یعنی به ازای تک تک این پرسنلی که حضور دارن به سطح رایگان به شما گزارش کار میدن خب ما داریم حقوق پرداخت میکنیم و از شما هیچ پولی بابتش دریافت نمیکنیم چرا چون هدف اونه که شما موفق شید شما هر چقدر تاجر موفق تری باشی تاجر ثروتمندتری باشی خب خدمات بهتری هم میگیری طبیعیه ما الان تو مجموعه آراد برندینگ افرادی داریم به عنوان به مدت یک سال میان کمپین تولید محتوای خودشون رزرو میکنن هزار تا دو هزار تا محتوا یه جا سفارش میده طرف میگه آقا من برای یه سال باکسمو بستم دیگه درگیری محتوا اصلا ندارم و تو این یک سال تمام تمرکزش میاد رو فروش اما فردی که تولید محتوا نمیکنه تبلیغات نمیکنه کارهای فنی رو میخواد خودش انجام بده یه عالمه کار رو دوششه و به ازای تک تک کارها باید تمرکز کنه امروز دیر شد تولد محتوا نکردم یا چهار روز تعطیلی میخوام با خانواده‌ام برم مسافرت محتوا پس چی میشه یعنی این درگیری این فشارهای روحی و روانی اون فرد رو اذیت میکنه یک تاجر موفق تاجریه که آزادانه میتونه فکر کنه آزادانه میتونه تفریح کنه آیا شما خودتون رو چنین تاجری میبینید که آزاد باشید وقتتون کامل در اختیار خودتون باشه و افرادی داشته باشید که اونها کارها رو برای شما انجام بدن این موضوع خیلی مهمه این موضوع خیلی مهمه افرادی که به شما گزارش کار بدن آقا اینجا کاریت مشکل داره تو اصلا نیازی خودت پیگیر باشی این فرد داره به من میگه کجاهای کارم میلنگه اصلاح کنم خیلی خوبه من بارها با شرکت های مختلف تو ایران تو دنیا دارم کار میکنم این موضوع رو دیدم دیدم شرکت های خارجی واقعا چنین پشتیبان رو میذارن تو ایران خیلی کمه من همیشه عاشق این بودم با شرکت ایرانی که دارم کار میکنم اونها یک تیمی داشته باشن که با من ارتباط بگیرن و به من بگن مشکلات من چیه و برای مشکلاتی که بیان میکنن راهکار داشته باشن من فقط بهشون پول بدم اونها با راهکاری که میگن اجرا کنن عالی این بی نذیره. خیلی از انرژی ها گرفته میشه افراد خودشون متخصص نیستن برای اینکه تخصص پیدا کنن نیاز به زمان انرژی و آموزش دارن افراد میان آموزش میبینن دوباره باید اجرا کنن وقتی اجرا میکنن اینا مشکلات حل نمیشه واقعا آدم عصبانی میشه واقعا آدم عصبانی میشه اما اگر تیم تخصصی وجود داشت خودشون مشاوره میدادن خود اونها میومدن و راهنمایی میکردن و فقط از من پول میخواستن هیچ دیگه نمیخواد من بارها گفتم گفتم تمام مجموعه ایران باید سیستم پشتیبانی داشته باشن اما متاسفانه ندارن شما میری از یه فروشگاهی مثلا توی قم یه مرکز بزرگی هست به اسم سرای ایرانی یقینا اسمش رو شنیدید این مجموعه به ازای هر خریدی که شما انجام بدید یعنی یه روز میری چند وسیله میخری برمیگردی تو کمتر از یک ماه با شما ارتباط میگیره متاسفانه بعدیش اینه که تو یک ماه ارتباط میگیره یعنی بلا فاصله مثلا هفته بعد تماس نمیگیره یعنی یک ماه طول میکشه تقریبا تماس میگیره و میپرسه میگی که آیا شما از خرید خودتون راضی بودید من از واحد نظرسنجی ارتباط گرفتم آیا شما از خرید خودتون راضی بودید اگر شما بگید نه راضی نبودم هیچ اتفاقی بعدش نمیافته دنبال اینن که فقط به شما بفهمونن که ما حواسمون به شما هست با همین تماس میخواد این موضوع رو به تو بفهمونه که منو فراموش نکن دوباره برگرد پیش من دوباره بیا از من خرید کن این یک سیستم نظرسنجیه که شرکت برای خودش برای تیم خودش اجرا میکنه اما آیا جواب میگیری یا جواب نمیگیری بحث دیگه است یک مشاور حرفه‌ای میتونه تمام اسرار کسب و کار رو برای شما رو کنه بگه چی کارها انجام بده افراد دیگه چه کارهایی میکنن آیا اون کارها باعث شده که جواب بگیرن یا جواب نمیده امروز دارن اشتباه میکنن و یقینا اونها به زودی خواهند فهمید که مسیرشون اشتباهه و این سیستم رو از ساختار خودشون حذف میکنن ما بارها در تجارت خودمون در کسب و کار خودمون ایده های جدیدی رو رو کردیم بابتش هزینه های زیادی پرداخت کردیم بعد از یه مدت فهمیدیم که این دیده اشتباه بود نباید این کارو میکردیم و کلی هزینه خرج شده کلی پول پرداخت شده برای دریافت یک تجربه کوتاه فقط و ما به صورت رایگان این تجربه ها رو داریم در اختیار شما میذاریم که دیگه شما نیاز نباشه اینقدر هزینه کنی پس خواهشی که دارم از همه دوستان این موضوع رو رعایت رو کنیم این موضوع رو بفهمید که مشاورها به شما کمک میکنن و مشاورها مستقیم زیر نظر اساتید برنامه ها رو دریافت می کنند و به شما منتقل می کنند چرا که ما در دفتر مرکزی میاییم برنامه ها رو توندی میکنیم یعنی میگیم گروه تازه وارد گروه هایی که در حوزه فلان دارن کار میکن گروهی که در صنعت فلان داره کار میکنه گروه های صادراتی جدا تققص مندی خیلی جدای داریم و به ازای هر کدوم از شما ها مشاورهایی رو مشخص می کنیم که دقیقا این مشاور با حوزه کاری شما تقریبا آشناس میدونه چیه اطلاعات داره و اون فرد رو در اختیار شما میذایم که به شما کمک کنه. برنامه های کاری خودتون رو پیش ببرید پس فهمیدم کار مشاورهای فنی چنانچه هر موضوع تبلیغاتی نیاز داشته باشم میخوام تو برندسازیم قوی تر بشم مشتری بیشتر پیدا کنم خدمات رو از آرات سفارش بدم باید با گروه مشاوران فنی ارتباط بگیرم و این گروه برای شخص من نوعی یک نفر تعیین کرده یعنی به من مثلا گفتم فلان شخص مشاور منه تمام من تمام کارهامو با همین فرد میرم جلو اما گروه دوم گروه مشاوران تجاری هم. پس گروه مشاوران فنی رو من فهمیدم گروه مشاوران تجاری چی کار میکنن این گروه در آراد به شما کمک میکنه که شما بتونید وارد عرصه تجارت بشید محصول مشخصی رو برای شما تعیین میکنه که شما تجارت خودتون رو در این کالا و محصول یا خدمات پیش ببرید اگر میخواید صادرات کنید برای شما ایجاد میکنه اون ساختارهای صادراتی رو اگر بخواید در بازار داخل کار کنید و شروع به کار کنید برای شما ساختارها رو معرفی میکنه کامل صفر تا به شما یاد میده و جلوتر ما بیشتر با این گروه هم آشنا خواهیم شد بریم استاد بعدی افزایش درآمد هدف ماست خوب دقت کنن عزیزان ما در تمام این فرایندها کارهایی رو انجام میدیم فرض کن یک راننده تاکسی رو در نظر بگیر هر روز مسافکشی کشی میکن ابزاری که داره برای مسافکشی کشی چیه؟ یک خودرو، بنزین، روغن موتور و تمام خدماتی که اون خودرو در واقع نیاز داره وقت، زمان، بدن سالم تا بتونه راهندگی کنه خوب دقت کنید هدفش چیه؟ این راهنده تاکسی هدفش چیه؟ هدفش اینه به واسطه این خودرویی که داره مسافر را جابجا کنه و به واسطه این جابجایی بتواند از مشتریهاش پول دریافت کنه پس هدف پول بود هدف به دست آوردن درآمد بود یعنی نیتش این نبود بگه امروز محض رضای خدا برم انسانها رو جابجا جا کنم از جایی به جای دیگه و پول نگیرم نه هدف پول بود و برای رسیدن به این پول توامندی های خودش رو سنجید سرمایه خودش رو سنجید و این مدل شغل رو انتخاب کرد در این شغل یه روزی لاستیکش کمباد میشه پنچر میشه میفهمه برای تعمیر لاستیک باید بره کجا یه جایی که کار خدمات لاستیک رو انجام میدن و لاستیکش رو باد کنه آیا در این مسیر با شغلی به اسم آپاراتی آشنا نمیشه چرا آشنا میشه آیا از فردا تصمیم میگیره میگه ای چه خوب مثلا من دیدم من تو کارم مشکل خوردم لاستیک پنچر میشه باید بیام آپاراتی و افرادی شبیه به من زیادن و اونها هم باید بیان آپاراتی پس برم از فردا مغازه آپاراتی بزنم آیا کسی از اینجوری فکر کنه به ماجرا یا از این مسیر هم میشه درآمد کرد پس بریم آپاراتی بزنیم بله افرادی هستن که دقیقا این اتفاق براشون میفته افرادی راهنده تاکسی بودن یه روزی بعد فهمیدن که این ماشینی که من دارم نیاز هست هر چند ماه یه بار روغنشو رو عوض کنم پس بیام تعویض روغن بزنم چون افراد دیگه هم نیاز داره. این اتفاق میافته چرا این اتفاق میفته؟ چون به یک درآمد بیشتر نیاز داره چون به یک پول بیشتر نیاز داره یک ایده‌ای در ذهنش ایجاد میشه و تشخیص میده که این شغل درآمد بیشتری داره به نسبت تاکسی رانی مثلا بیا کشی کنم قبول تو مجموعه ما هم دقیقا اتفاق میفته یعنی افرادی که تجارت میکنن بعضا میبینن برای تجارت کردن خب از, از طریق اینترنت باید کار کنن بعد میبینن که مثلا خب اینترنت شامل سایت میشه شامل سئو میشه تولید محتوا میشه شامل شبکه‌های اجتماعی میشه اینا شامل اینا میشه بعد از فردا تصمیم میگیره بیام مثلا شبکه اجتماعی طراحی کنم و پول بگیرم این یک باور غلط بود یک تصور اشتباه بود چرا اومد به خودش گفت خب هر مجموعه تجاری برای اینکه بتونه رو پیش ببره نیاز به شبکه اجتماعی داره پس من برم پروژه شبکه اجتماعی دیگران رو دست بگیرم چه اتفاقی درآمدش کم میشه مثل این میونه یک دفعه که تعویض روغن داشت بگه این همه آدم که دارن تاکسی،, تاکسی دارن دارن مسافر کشی میکنن منم برم پس مسافر کشی کنم و پول در بیارم درآمدش کم میشه اون شغل در حالت بیشتری داشت اما این موضوع ساده رو شما میفهمید در فضای مجازی این مسائل گومه یعنی افراد متوجه نمیشن که چه شغلی در فضای مجازی در کسب و کارهای اینترنتی درآمد بالاتری داره به نسبت سایر مشاغل و مدل کارشون رو عوض میکنن یک تاجر حرفه‌ای میتونست پول میلیاردی به دست بیاره میاد میشه چی سازنده مثلا پیج های تلگرام با اینستاگرام درآمدش کم میشه و چوب میخوره چرا چون مشاوری نداشت که راهنماییش کنه کسی نداشت که کمکش کنه بهش بگه آقا این حوزه نسبت به این حوزه متفاوته ما تو مجموعه آرد برندینگ هدفمون درآمده هدف درآمده هدف تولید محتوا نیست هدف لوگو بنر دیزاین طراحی اینا نیست هدف فقط و فقط و فقط درآمده هدف اول اینه هدف دوم معروف شدنه مشهور شدنه رابطه داشتنه اینا خیلی مهمه روابط از روابط سیاسی روابط اجتماعی و روابط نظامی و و و و, و. روابط زیادی شما میتونید داشته باشید و در شغل تجارته که تمام این روابط رو میتونید به دست بیارید ایران تاکسی نمیتونه چنین روابطی رو به دست بیاره نمیتونه اصلا روابط سیاسی خاصی نمیتونه به دست بیاره اما یه تاجر میتونه تاجر با آدم های خیلی بزرگی تو این کشور در ارتباط تو دنیا در ارتباط پس من به واسطه یه چنین شغلی میتونم به خواسته های خیلی بزرگی برسم اینو خوب بفهمید حالا از اینجا داستان شروع میشه هدف پس بود کسب ثروت هدف اینه حالا برای رسیدن به این هدف میام نگاه میکنم چه توانمندی دارم و چه ابزارهایی دارم اشتباهی ابزارها رو هدف قرار ندید متاسفانه خیلی ها این کار رو انجام میدن ابزارها میشن هدف هر وقت ابزارها هدف شما شدند کسب و کار شما به پول نیاز داشت به ثروت نیاز داشت شما به اون درآمدی که مد نظرتون بود نخواهید رسید به هدفتون که ابزار بود میرسید خیلی ها در این فضای اینترنت از مجموعه برندینگ مباحث تولید محتوا رو یاد میگیرن مباحث طراحی بنر لوگو و مباحث خیلی زیادی رو یاد میگیرن وقتی طراحی لوگو میشه هدفش هدف میشه دیگه کسب و کارش معنا پیدا نمیکنه طراح لوگو شدی تهش طراح لوگوی تاجر نشدی در هدف تجارت بیشتر این درآمد رو شما خواهید داشت پس از امروز عادت کنه ذهن من ذهن شما که فقط بفهمه پول کجاست و چگونه باید این ثروت رو به دست بیارم اهداف شما اگر در این مسیری که دارید طی کنید به هم بخوره جاده خاکی بزنید و برید به اون ثروت و درآمد دست پیدا نمی کنید عزیزان من جدی بگیرید این حرفا رو این حرفایی که من میزنم شامل تجربه چندین آرادیه که اونها شکست خوردن و من دوست ندارم که شما هم یکی دیگه از شکست خورده باشی باید برنده یه بازی باشی از تجربه ها استفاده کن یه وقتایی شاید تجربه ها تو ذهن شما نشینه قبولش نکنید باور نکنید گفتم دو اتفاق میافته یا میبری یا میبازی یا میبری یا میبازی اگر بردی خب خوشا به حالت اگر باختی مقصر رو باید خودت بدونی چرا که نخواستی گوش کنی نخواستی اجرا کنی نخواستی باور کنی شما شکست میخوری طبیعی با این رو از کجا میفهمیم از افراد دیگه که میبینیم شکست میخورن از افرادی که هر روز تماس میگیرن میگن که ما تو کسب و کارمون شکست خوردیم از کارخونه های مختلف که هر روز تماس داریم کارخونه فلان شرکت فلان که آقا شکست خوردیم چیکار کنیم چیکار کنیم راهکار بدید ما بتونیم برگردیم سر پامون بایسیم. چرا این تو افتاد؟ چرا شکست خوردن؟ وایستادن رقیب ها رفتن جلو رقیب ها رفتن جلو رفتن. نفهمیدن حواسشون نبود که رقیب ها دارن میرن جلو سبقت دارن میگیرن تا به خودشون اومدن ای چرا ما فروش جدید نداریم؟ چرا مشتری جدید دیگه نداریم؟ مشتری قبلی هم که داره کم میشه چرا رقیب ها دور زدن؟ من نمیتونم بگم که رقبا حرکت نکنید توقف کنید نمیتونم جلوی حرکت رقیب هامو بگیرم من فقط اختیار دارم رو مجموعه خودم شما فقط اختیار داری رو مجموعه خودت میتونی ساختار استراتژی برای مجموعه خودت بچینی نمیتونی انتظار داشته باشی دیگران رشد نکنن یه انتظار بی خوده همه دوست دارن رشد کنن همه در حال یادگیری پس اگر دیدی امروز وضع خوبه اینطور نیست که همیشه خوب بمونه مگر اینکه همیشه خوب تبلیغات کنی این رمزشه هم. همیشه خوب به بحث برانسازیت فکر کنی ولش نکنی رهاش نکنی سرت شلوغ شد با مشاور به مشاور بسپار که آقا من سرم شلوغه خودت ببین چی نیاز دارم به من بگو حالا من تشخیص میدم رو دارم امروز بدم یا ندارم شما وظیفت از شما مشاور انتظار دارم هر چی که من نیاز دارم به این بگید جور کردن پول منابع مالیش با خودم منابع انسانی نیاز دارم برای این چیزی که شما میگید نیاز قبول با خودم من فکر میکنم هر جا که نیاز باشه نمیدونم چکار کنم از شما مشورت میگیرم این ایده درسته این یک استراتژی درسته نه این که اصلا نخوای بشنوی نه این که اصلا جواب تلفن رو ندی خیلی نکته مهمیه منظم بودن خوب دقت کن اینجا چی نوشته نمیشه با ایجاد ساختارهای برندینگ درآمد بیشتری خواهیم داشت واقعیتش هم, هم اینه ساختار برندینگ خیلی مهمه منظم باشه تایم خیلی از افراد هم میرم نامنظمه اصلا معلوم نیست دارن چیکار میکنن یه وقتایی مشتری ها مشتری خود شما با ما ارتباط میگیرن میفهمن که مثلا شما دارید با تیم ما کار میکنید میگن آقا فلان سایت شما طراحی کردی میگیم آره میگه چرا من هیچ زنگ جواب تلفن نمیدن ما اینجا میفهمیم ای فلان فرد هست که جواب تلفنشو نمیده خیلی بده که مشتری شما بیاد بدی شما رو به یک نفر دیگه بگه و ما رو پیدا کنه و به ما بگه خیلی بده این دسترس پذیر باشید عزیزان من تاجر شدی باید یک زندگی جدیدی برای خود ایجاد کنی اگر قرار باشه همون چیزی که قبلا بودی همون آدم موفق بشه امکان پذیر نیست امکان پذیر نیست فرد خجالتی در هر محیط یا در هر کسب و کاری که قرار بدیم و قرار باشه خجالتی باشه و تغییر نده خودشو موفق نمیشه برای موفقیت نیازمند تغییرات هست باید جدی باشی تصمیم بگیر از امروز من میخوام خودم رو تغییر بدم این عالیه از امروز تصمیم بگیر متحول بشی زندگی جدیدی برای خود بسازی هر وقت که این ایده ها رو فراموش کنی و بخوای همین چیزی که امروز هستی باشی هیچ اتفاقی نمیاد خیلی ها این مسائل رو میدونن اما قدرت تغییر در خودشون ندارن جسارت و شجاعتشون ندارن بجنگید عزیزان من بجنگید تا پیروز بازی باشید با کی بجنگیم؟ با چی بجنگیم؟ خیلی مهمه. چه کسی در روح شما میاد به شما میگه که ولش کن؟ آیا شخص خودتونه؟ نفس شماست؟ باش بجنگ. پدر مادر تیر نمیذارن تو موفق شی؟ بیان نکن. برای این مسیر موفقیت نیاز هست یه جاهایی نشنویم. یه جاهای نبینیم. حرف نزنیم اصلا. بذارین مسیر طی بشه. فرض کنید یک فردی یک دانشجوی میخواد از تهران بره مشهد با اتوبوس یا با ماشین شخصی پراید داره پدرش تازه براش خرید فرض کنیم تو این مسیری که میخواد طی کنه تقریبا ده دوازده ساعتی تو راه یقینا و از زمان شروع حرکت اگر خانوادهش ندونن چند ساعت باید تو راه باشه و خود فرد هم اطلاع نداشته باشه که چند ساعت باید این مسیر رو طی کنه و دو ساعت بعد خانواده باشه تماس بگیره بگه چرا نرسیدی کجایی اون فرد چی میشه عصبی میشه میگه وای سمت از دو ساعت حرکت کردم حالا اگر خودش هم نمیدونست که چند ساعت بعد این مسیر رو طی کنه عصبی تر میشه یه وقتهایی فکر میکنه مسیر رو داره اشتباه میره گم کرده جاده اشتباه است برمیگرده یک مشاور نیاز هست به من بفهمونه آقا دارم مسیر رو درست میرم اشکال نداره تو بگو اصلا من چهار ساعت دیگه میرسم بدونم دارم درست میرم اما یه روزی اما اگر کسی رو نداشته باشم که به من بگه راهنمایی کنه که دارم کجا میرم حرف های دیگران رو من تاثیر گذاره و من قرار بود اینوری برم جادم رو کج میکنم یه مسیر دیگه میرم چرا چون نه خودم میدونستم مسیر درست چیه نه اون فردی که به من گفت یعنی پدر مادر من یا خانوادم یا هر دوستم فرق نمیکنه اونها هم نمیدونن یه نظر فقط میدن نظری میدن که زندگی من عوض میشه زندگیم داشت رشد داشتم مسیر خودم میرفتم طرف یه چیز به من میگه من مسیرمو من چند روز پیش یه فروشگاهی بودم و یه سری کالا می‌خواستم بخرم دیدم یکی از بچهای آراد اونجاست دیدم داره کارگری میکنه و داره اونجا نظافت میکنه تمیز میکنه خب من نیده بودم تا ولی اون فرد خب توی برنامه من دید شناخت گفت سلام من فلانی بودم توی کار می‌کردم یه سه چهار ماه با شما کار کردم چند تا تماس داشتم اما پدرم و گفتم گفتن آقا این برای نوناب نمیشه و بیخیال شدم الان دارم اینجا کارگری می‌کنم ما یک یک نیم دارم می‌گیرم گفتم از زندگی الان راضی هستی گفت نه ای کاش من اونجا که داشتم با مجمع شما کار می‌کردم داشتم تازه یاد می‌گرفتم داشتم تازه روابط رو میفهمیدم داشتم تامین کننده رو پیدا می‌کردم همه چی اوکی شده بود که خانواده به من فشار آورد و این اتفاق افتاد و الان با این پول چیکار میشه کرد هیچ اتفاقی نمیافته تو زندگی و نامید بود و گفت دوستم دوباره برگردن برگردن دوباره کمک هم میکنین حالا مباحث کجا صحبت شد پس نگاه کنید یه وقتی اگر خودتون مسیر رو نشناسید دیگران هم که نمیشناسن دارن نظر میدن چه اتفاقی میافته باعث میشه اون افراد نظرشون رو نظر شما غالب بشه و شما جادت رو کچ کنی وجودی یک مشاور نیازه که مشاور جان آیا من دارم درست مسیر رو میرم شما میدونی بقیه نمیدونم بقیه همه رو هوا حرف میزنن همین یه چیزی میگم فقط واقعا همینه تو کشور نگاه کنی هر کس درباره هر موضوعی نظر میده از سیاست باشه مباحث اقتصادی باشه از ریاست جمهوری باشه همه نظر میدن نظر خام نپخته اتفاق نمیافته نظری که کارشناس شده نیست طرف اصلا خودش در اون محل قرار نگرفت نمیدونه اصلا مشکل چیه فکر می‌کنه مشکل اینه در حالی که اون مشکل نیست اصلا یعنی اگر بهش بگی تو یقین داری مشکل اینه آره، میگه تو بیا مثلا ده میلیون بذار وسط مشکل حل شه یعنی تمام مشکل اقتصاد کشور حل میشه اینجا میگه نه من ده میلیون برای چی بذارم نمیذارم چرا یعنی یک نظر خام داشت رفیقت بهت میگه آقا این غلطه بهش بفهمون بگو اگه یقین داری مسئله من غلطه ده میلیون بعد اثبات کنیم مثلا من غلطه یا درسته میبینی که شونه خالی میکنه حاضر نیست چنین پولی بده چون خودش رو حرفی که زده اصلا یقین نداره همین یک نظر خواسته فقط بده برای همین من بارها میگم دو تا گوش داریم یه گوش میشنوه یه گوش رد میکنه ویل کن جدی نگیری مسائل رو اما بعضی از افراد چون تخصص ندارن جدی میگیرن جدی میگیرن و شکست میخورن به واسطه یه چی حرفهای بیخودی که انسان ناموفق زدن یعنی فردی که ما نظر داد خودش موفق نبود تو زندگیش چجوری حرف اون فرد رو گوش کردم اشتباه کردم پس مشاور همه این مسائل رو به من کمک میکنه و به من خواهد گفت برای همینه دارم تاکید میکنم با انسانهای موفق تو زندگیتون در ارتباط باشید هر انسانی که ناموفقه یا از زندگیتون حذفش کنید یا اگه نمیتونید حذفش کنید نظر نخواهید ازش اگر میبینید خودش داره نظر میده گوش نکنید ازش بخواید که آقا لطفا در رابطه با زندگی من نظر نده همونطور که من در رابطه با زندگی شما به شما نظری نمیدم عقل شما فکر میکنه زندگی شما اینجوری پیش بره درسته خب با عقل خودت چون از نگاه من شما فرد موفقی نیستی اما اگر فرد موفق بود به حرفش گوش کن رو گوش کن قرار هرچی هر چی که گفت بگیم درسته نه یه وقتای افرادی ما میشناسیم که مثلا توی سی سال پیش یه زمینی خریده امروز ملکش ارزش پیدا کرده امروز ملکش ارزش پیدا کرده و انسان پولداریه و اگر امروز بهش بگی تو با توان مالی من چیکار میتونی بکنی که من پولدار شم میگه نمیدونم میگه واقعا نمیدونم اون زمان خب خوب بوده زمین میتونستیم الان ارزش پیدا کرد ملک ما پس خیلی مهمه با کی ارتباط داریم با چه مشاوری آیا خودش موفقه؟ اینا خیلی مسایل مهمیه پس هدف افزایش درآمد بود بقیه میشه ابزار ما ابزار را رو تغییر میدیم فرض کنم هدف نوشتن باشه امروز میخواهم با خودکار بنویسم فردا روان نویس با مداد با مداد شمی با هر چی با قلمو باشه هدف نوشتن بعد ابزار انتخاب میشه اگر در انتخاب ابزار خودم بخوام تغییری انجام بدم نباید اینجا استوب کنم نباید سفت باشم نرم باشید شبیه یک پنبه امروز فهمیدم که برای, برای نوشتن تا دیروز از مداد داشتم استفاده میکردم امروز فهمیدم خودکار راحت تره چرا استوب میزنید میگید مثلا دوره ابتدایی به ما گفتن که با مداد بنویس پس مداد بهتره چه منطقیه در یک بازه زمانی شما فهمیدی مداد خوبه در یک بازه دیگه فهمیدی که آقا خودکار خوبه مثلا استوب نظر میگه بچا روز اول به من گفتی با مداد بنویس اون که روز اول ابتدایی بودیم به ما گفتید با مداد بنویس به ما اجازه خود حتی خودکار کار استفاده میکردید ما تنبیه میکردید پس خود بعد دیگه نه این پس از کجا میاد که میگید پس بده نه در اون بازه زمانی در اون شرایط باید شما از این ابزار استفاده کنید برای رسیدن به هدف نوشتن در تجارت هم همینه افرادی میان پیش مجموعه ما صحبت میکنن میگن آقا ما میخوایم مای 5 میلیون تومان هزینه کنیم خب من استراتژی که برای فرد ماهی پنجاه میلیون دارم میچینم متفاوت یقینا با استراتژی کسی که مثلا سالی میخواد دو میلیون تومان خرج کنه یقینی متفاوته طبیعی اصلا این موضوع برای دو میلیون در حد خودش برای پنجاه میلیون در حد خودش لولش فرق میکنه پس عزیزان من استوب نزنید شب یک دیوار نباشید که هر هرچی به شما برخورد کنه بیفته پایین پنبه باشید جذب کنید بفهمید داره چی میگه و بعد ساختارهای خودتون رو بچینید پس هدف افزایش درآمد شد با هر ابزاری که تشخیص میدیم درآمد ما افزایش پیدا کنه امروز سطح من سطح یک هست با این ابزار میرم جلو فردا در بیشتر میشه میام رو سطح دو میرم رو سطح سه و سطح بالاتر میده همیشه در گذشته گیر نکن بگو پس چرا گذشته به ای؟ من اینطور گفتید گذشته اینطور بود برای اینکه در اون لول حرکت کنه اگر در سطح میلیون میلیونی می اومدم روز اول با شما صحبت میکردم هیچ کدومتون وارد تجارت نمیشدید کسی که امروز درآمدش 500 میلیونه میاد 50 میلیون خرج میکنه چرا چون توانشو داره در خودش میبینه که میتونه انقدر پول پرداخت کنه اگر پس شما ها نمیتونید باید در سطح خودتون حرکت کنید تا در سطح خودتون رشد کنید و همینطور رشد میکنید میاد بالاتر و اونجا شما هم میتونید خرج های بالاتری داشته باشید بریم استاد بعدی یه سری موارد اینجا نوشته شده که حالا نمیخوام تک رو بخونم اما سرسری با هم دیگه چندش رو بررسی میکنیم مثلا بررسی ابزارهای مورد نیاز تبلیغاتی خب مشاوره فنی شما وظیفش اینه بررسی کنه شما در حوزه‌ای که کار میکنید به چه ابزارهای تبلیغاتی نیاز دارید آیا شبکه اجتماعی به کارتون میاد یا نه آیا میخواید تک فروشی کنید یا عمده بفروشید میخواید تو بازار داخل کار کنید یا صادرات میخواید بکنید برای بازار داخل چیا نیازه برای صادرات چیه شبکه اجتماعی کدوم سایت چه تعداد خوبه چه تعداد محتوا نیاز هست برای کار تبلیغاتیتون داشته باشید هر ما چه تعداد برنامه رو ببنده بر اساس الگوریتم گوگل و بچینه که آقا یا هر روز روزی 10 تا محتوا بره 50 تا محتوا بره چند تا اینا همه رو برای شما مشخص میکنه کار بعدی که این گروه داره بررسی روند موفقیت تو کسب و کاره یعنی باید بررسی کنه که شما تو کسب و کارتون چقدر موفق هستید میگید مثلا من تا دیروز یه معامله نداشتم یه فردی میگه که من تونستم به کشورهای آلمان، امارات و عراق جنس بفروشم یکی میگه من تو بازار داخل فعلا دارم کار میکنم و خوب دارم میفروشم هر فردی یه چیزی میگه و مشاور با اون آدم ها در ارتباطه و متناسب با چیزی که هر فرد داره از ما برنامه میگیره و به شماها منتقل میکنه خوب دقت کنید به شماها منتقل میکنه و به شما میفهمونه که برای موفقیت بهتر باید چه کاری انجام بدید و از شما هم یک سری اطلاعات دریافت میکنه مثلا اون فردی که میگه من اصلا نتونستم بفروشم خب سوالات مطرح میشه چه تعداد مشتری داره اگر بگم اصلا مشتری ندارم که نتونستم بفروشم خب ما میفهمیم مشکل در جای دیگه است که این فرد بفروش فروش نتونست برسه مشکلش این بود که مشتری نداشت مشکل این که مشتری نداره به خاطر این بود که در گوگل در سایت های مختلف اصلا دیده نشد چون هر کس در گوگل دیده بشه مشتری داره محاله کسی در گوگل دیده شود و مشتری نداشته باشد پس فردی که مشتری نداشت فهمید مشکلش از کجا بود حالا میریم نگاه کنیم چرا تو گوگل دیده نمیشه سایتش مشکل دارن محتوا انجام نمیشه مشکل از کجاست پس یک مشاور میاد کامل یک به یک تمام مشکلات شما شناسایی میکنه و طبق چیزهایی که یاد گرفته برنامه‌ریزی میکنه از ما تر انتها تاییدیه میگیره و به شما منتقل میکنه جدا از این به شما آموزش میده فردی میگه آقا من بلد نیستم مذاکره کنم بلد نیستم صحبت کنم مشابه به شما آموزش میده فیلم های آموزشی فایل های آموزشی ما توی مجموعه برندینگ بیش از ده هزار فایل آموزشی داریم خب خیلیه یک فرد تازه کار که میاد گیج میشه از کدومش باید شروع کنه در تجارت هم اینطور نیست که بگم آقا فیلم اول فیلم دوم فیلم ده هزار نه موضوعات آپدیت میشن، به روز میشن، اطلاعات جدید میشه، تکنیکا عوض میشه. و باید طبق تعریفی که وجود داره برای شما آموزش ها رو بفرستن تا شما ها یک به یک بدونید از کجا باید شروع کنید ذهن اکثر تازه در راهاندازی کسب و کار خودشون یک ذهن ضعیفه ذهنی که هنوز یاد نگرفته هنوز تکنیک بلد نیست هنوز مذاکره بلد نیست هنوز هیچی نمیدونه ما باید بهش آموزش بدیم باید براش فایل بفرستیم و وظیفه شما چیه؟ فایل هایی که براتون ارسال میشه رو یک به یک ببینید هر کدوم ها که دیدید یا براتون سوال پیش میاد یا پیش نمیاد پیش اومد بپرسید پیش نیومد بگو آقایون دیدم کامل فهمیدم سیگنال باید بدید متاسفانه خیلی ها ارسال و دریافت سیگنال رو اصلا متوجه نمیشن یک طرفه انشب یک کانال یک طرفه هرچی میزنی فقط اون شبکه داره برشما میاد اشتباهه رمز موفقیت اینطور نیست گفتم برای اینکه موفق خودت خودتو تغییر بدی میگه آقا من حوصله ندارم که آدم اجتماعی باشم یک نفر از شما تشکر میکنه میگه ممنون که پاسخ دادید بعد شما بهش جواب نمیدید یا حوصله نداری یا میگه خب جواب بدم چی بگم با تغییر بدی روابط اجتماعی یعنی همین یعنی جوری بتونی صحبت کنی که فرد مخاطب شما مجذوب شما بشه پس سیگنال گرفتی باید سیگنال بفرستی هر اطلاعاتی که گرفتی باید سیگنالش رو بفرستی فایل دریافت کردم ممنون متشکرم میبینم و به شما پاسخ خواهم داد سعی نکنید یک کلمه جواب بدید ممنون تشکر مرسی از این کلمات خدافزی کنید طولانی ترش کنید فایل گرفتید یک ف... مشاور به شما یه فایلی داد متشکرم خانم فلانی ممنون که وقتتون در اختیار من گذاشتید و دارید ب... برای من برنامه‌ریزی می‌کنید حرف بزنید بزنید یاد بگیرید این مباحث رو حالا که یک کم دارید زبون میگیرید در واقع حرف میزنید میبینید در برخورد با مشتری ها هم دارید درست عمل میکنید همین نکات ریز رو در زندگیتون یقینا کسی رو ندارید که به شما آموزش بده که آقا اگر کسی این پیامو فرستاد باید اینطور جوابشو بدم همین برنامه آموزشی که میبینی یاد میگیری کم کم که بعد میفهمید خودتون میفهمید میگید راست میگی تا دیروز که به یک نفر میزدم مرسی و دیگه جوابم رو نمیداد الان که این یکم جملم طولانی تر شد مشتری چه بازخورد بهتری داره چه برگشت بهتری داشت مشتری خرید جدید اصلا از من طبقه هاشم بابت این حرفم پول بده دفعه پول بیشتر اومد تو حساب من خریدش بیشتر شد به خاطر همین فرمول ساده بود پس یک کلمه ای ها رو از زندگیتون حذف کنید خواهشن اگر کسی براتون فرستاد سلام پاسخ چی میشه؟ سلام جناب فلانی خوب هستید؟ وقتتون بخیر در خدمتتونم بفرمایید یه سلام زد تو یه جمله بارش فرستادی این میشه حفظ ارتباط این میشه روابط اجتماعی این میتونه قدرت خودش رو نشون بده بعد یک دفعه میدید فردی که اصلا زبون نداشت یعنی همون یک کلمه سلام مشتری برشون فرستاد زبون پیدا میکنه تشکر میکنه از شما انتظارش انتظار چنین جوابی نداشت اینجا میبینید که با شما صمیمیت‌تر میشه گرمتر میشه و خریدهای بیشتری خواهد داشت میبینید همه این نکات رو کی قراره به من یاد بده کی قراره به شما یاد بده باید آموزش ببینید دیگه پس برای آموزش دیدن مثل پنبه نرم باشید و هر فایلی که برای شما میفرستیم نیاز هست در اون لحظه شما بدونید و یاد بگیرید وقت بذارید و ببینید نکته برداری کنید برای خودتون این تکنیک ها تکنیک های کاربردیه اصول فروش تو همین هاست. بعد یک دفعه میبینی وای تا دیروز اصلا هیچ کس نمی الان چرا برخوردها ها سیگنال ها داره عوض میشه طرف سفارش میده تا دیروز اعتماد نمی به خاطر چنین واژه‌ای که من به کار بردم اعتماد میکن خیلی ساده است خیلی فروش داشتن پول در آوردن ساده است باید فقط یاد بگیرید آموزش رو ببینید اجرا کنید یاد بگید فراموش نکنید هر جا فراموش کردید دوباره ببینید نکته برداری کنید نکته رو بر خود بنویس آقا یک کلمه جواب ندهم بذار تو ذهنت شکل بگیره ذهن عادت میکنه بفهمید ذهن عادت میکنه بعد از یک مدتی ذهن زهنت... شاید اول بگید دارم فیلم بازی میکنم از بس فیلم بازی میکنی بازیگر میشی عادت میکنه خود خودت میشی خودت رو تغییر میدی این از فردا مادرت هم که بهت سلام زد میگی سلام عزیزم دلم برای تنگ شده بود منم خواستم بهت پیام کن دیالوگ میگیری یاد میگیری با چی صحبت کنی زبون پیدا میکنی پس سعی کن موارد رو یک به یک برید جلو و گروه مشاوران فنی کارهای دیگه هم برای شما انجام میدن بررسی فعالیت‌های های محتوای شما کمپین های تبلیغاتیتون. حالا توی شبکه اجتماعی باشه یا روی سایتتون باشه همه یک به یک بررسی میکنن آیا طبق زمان که ما مد بود داره محتوا تبلیغ انجام میشه یا نه چه سیگنالی چقدر بازید میگیرم و مثلا هم چجوری شده از شما میپرسه تماساتون افزایش پیدا کردی یا نه اگر نه با چیکار کنیم استراتژی رو عوض کنیم مشکل رو دقیق شناسایی کنیم هر مشکلی قابل حله جز مرگ همه چیز راهکار داره اینو بفهمید اگر میگم مشتری ندارم قابل حله اگر میگم فروش بلد نیستم قابل حله اگر میگم من تامین کننده ندارم قابل حله جز همه چیز راهکار داره حل میشه همین که خداوند به شما فهموند که این یک مشکل هست همین که فهموند شما این مشکل رو داری تامین کردن نداری این موضوع به شما فهموند که گیر فروش اینه که تامین نداری مثلا تبلیغات نداری همین موضوع که به شما فهموند این مشکل رو به شما فهموند خدا خدا هم اگر واقعا بخواد مشکل هم برای شما حل میکنه شما درد رو فهمیدی مشکل رو شناسایی کردی که مشکل در کجاست درمان گام بعد از شناسایی درده خیلی ها بیماری های خودشون رو نمیدونن یک دفعه طرف سکته میکنه چرا چون قبلش اصلا دردی شناسایی نکرده بود که دنبال درمانش باشه یعنی خدا با اصلا درد هم بهش نفهمون که تو آقا مشکل داری همین که به شما فهمون اینجا درد کاره مشابه به شما میگه آقا اینجا درد کار توه جدی بگیری موضوع رو خیلی از افراد سایت هاشون نداره تمدید نمی بخاطر 120 تومن یک دفعه میگه آقا چرا از نتایج گوگل حذف شدم من این هم محتوا داشتم گوگل میگه نه اس اس ال شرط اوله نداشته باشه اصلا صفحه اول جایگاه بد نمیدم برید نگاه کنید برید زیر رو کنید تمام سایت های صفحه اول گوگل همه اس اس ال دارن بله یه زام دو سال پیش بود که هر کس اس اس ال نمی داشت میومد صفحه اول الان اجباری شده گوگل گفته میخوای اعتبار داشته باشه پولم خرج کنی چرا شرکتی مثل سامسونگ مثل شرکت های قوی تر من اینا رو بزنم صفحه دو تو رو بیارم صفحه یک اصلا نمیخوای برای سایتم خرج کنی منطق دلیل چیه که تو رو بیارم پس باید طبق شرایط و استانداردهای های گوگل بریم جلو و ما این استانداردها رو به شما میفهمونیم ما این استانداردها رو به شما میگیم و یک مقاله رو من چند روز پیش نوشتم رو سایت آراد برندینگ در رابطه با آپدیت های اخیر گوگل و حرف های تکنیکال میشه زدم سیگنال هایی دریافت کردیم با مشاور های مرتبط گرفتیم. ما این مقاله خونی چی نفهمیدیم هیچ نفهمیدیم بله واقعیت امرم همینه این چیزی که من اومدم گفتم خیلی از نگاه خودم ساده حرف زدم چیزی که همه درکش کنن بفهمن اما خب میدونم کسی که تازه وارد هیچ چی نمیفهمه چرا اصلا فنی کار نیست متوجه نمیشه دارم چی میگم اما یک برنامه نیست یک طراح سایت دقیقا میفهمه که چقدر راحت توضیح دادی متشکرم تشکر میکنه پس خوب دقت کنید هر کس متناسب با خودت و حالا اینجا یک مشاور نیازه که متناسب با درک و فهم هر کس صحبت کنه براش که شما تازه کاری نمیدونی خب این منظورش اینه یک دو سه گام به گام برای شما بچینه پس اینجا میفهمید که وجود مشاور یک نیازه چون اونه که همه چیز رو میدونه و به من میگه بررسی روند رشد و برندینگ اعلام و گزارش روند اجراییات تبلیغاتی در واقع گزارش مشکلات و کمبودها به شما خواهد گفت ایجاد صفحات فرود و, و لندینگ پیج خیلی از کسب و کارها ما متاسفانه لندینگ پیج ندارن اصلا اصلا بهش بی‌توجه ما سه سال داریم صحبت می‌کنیم بابا همه چیز لندینگ پیج صفات گل شما خیلی مهمه طرف میگه اصلا سایت صفات گل نداره فقط محتوا داره به درد نمیخوره شما به ازای هر محتوایی که داری باید تهش مخاطب بکشونی که به ازت بخره یه اکشن یه حرکتی از شما ببینه اما فقط شما دارید حرف میزنی فقط دارید تبلیغ میکنید اکشن اگر نبینه بازخوردی نخواهید داشت اکشن باید اتفاق بیفته به روز خدمات برندینگ طرف یه خدماتی رو گرفته هنوز تون دو سال پیش گیر کرده مثلا خیلی میگه سئو یو اس چیه گفتم ولش کن یو اس برای سال 2018 بود 2019 من حتی اون گفتم یو اس میگه به درد نمیخوره بعد سیستم ها آپدیت های بهتری آوردم برای شما باز طرف تو گذشته گیر کرده آپدیت نمیخواد بکنه خودش رو نمیخواد بکنه مثل این میونه که به شما یه پیکان دادن مدل 48 الان که سال 99 هنوز داری با اون حرکت میکنی آقا ول کن آپدیت جدید اومد بهترین خودرو الان تولید شده چسبیدی به همون چیزی که اون موقع یاد گرفتی ولش هم نمی‌کنی. حالا که پیر میشی میخوای آپدیت کنی میگی نمیتونم من باید با همون پیکان فقط رانندگی کنم امروز روز اول باید آپدیت میکردی خودتو پس همیشه به باشید بریم ساید بعدی گروه مشاوران تجاری نقششون چیه شما برای اینکه با مجموعه رو برندی بخوای شروع کنی باید حتما الزاما با یکی از مشاورهای تجاری ارتباط بگیری مشاور تجاری زندگی شما، سرمایه شما، توامندی های شما، محل سکونت شما، کدوم استان داری زندگی میکنی؟ مورد بررسی قرار میده. کالایی که میخواهید برای ورود به تجارت انتخاب کنید به شما خواهد گفت چه کالایی انتخاب کنید که بتونید در بازار داخلی یا صادرات موفق باشید. آیا هر کس در هر کالایی موفق می شود؟ هرگز، هرگز اینطور نیست. باید کالا بر اساس شرایط و موقعیت شما انتخاب بشه. اینطور نیست که هر کس بیاد تجارت زعفران انجام بده در زعفران موفق بشه ما در طول شب روز بیش از ده زنگ داریم که آقا من اومدم تجارت زعفران موفق نشدم و چرا گفتم کی بهت معرفی کرد آره رفتم فلان شرکت به من گفتن تو هم بیا زعفران همه داریم تو کشور تو شهرمون داریم زعفران تولید میکنیم هیچ کس هم نمیفروشه فقط داریم تولید میکنیم یه شرکت خارجی هم میاد رقیبمون میشه همه رو از سنگمون در میاره بخاطر مشاوره غلط نفهمیدید و اکثر افرادی که فریب میخورن فریب همین موضوع رو میخورن که دلیل نمیخوان اصلا استدلال فکری ندارن دوست دارن چیزهایی رو بشنون که آسونه مثلا اون مشاور میاد میگه زعفران تولید میکنه اینجوری راحت همه چیز راحت جلوه میده اینجوری راحت تولید میشه راحت هم میفروشی بله چون انسان به تبع میل داره گرایشش به چیزهای راحت که پول بدم خودش درآمد کسب کنه برام چرا اکثر افراد وارد بورس میشن چرا اکثر افراد مثلا میان پولشون رو به بانک میدن چون نمیخوان کار کنن میخوان پول بدن به بورس خود بورس برای من پول در بیاره بعد یک دفعه چنان شکست میخوره میگه وای بایز... میزن تو سر خودش مثلا سال 90 92 بود دقیقاً همین اتفاق بورس افتاد بورس تو ایران یه مدت محو شد دوباره الان چند روزه داره قدرت میگیره دوباره همون شکست براش اتفاق میافته چرا چون حمله حمله گوسفندیه همه حمله میکنن چیزی نمیمونه و اونجا شکست میخورن گرگ های میان این گسفند رو پاره میکن پس باید استدلال فکری داشته باشی باید این مغز خود رو به کار بندازی فکر کن راحت نپذیر بزار غانه بشی پس گروه مشاوران تجاری شما در عرصه ورود به تجارت کمک میکنن از انتخاب کالا باشه متناسب با سرمایه که شما داری براتون برمزی میکنن پلن کاری میچینن و برنامه زمان شده به شما میدن که از این تاریخ تا این تاریخ این اتفاقا میافته اینجوری اینجوری یک به یک اون مسیر رو برای شما ترسیم میکنن که بفهمید سر در بیاد به چه صورتیه و به تمام سوالات تجاری شما پاسخگو هستند آقا من مثلا یه سوال تجاری می اینه که تامین کننده از کجا باید پیدا کنم مشتری اگه باید بهش چی جواب بدم الان اصلا جنس ندارم باید چیکار کنم به تمام این سوالات مشاور تجاری شما به شما پاسخ خواهد داد و برای شخص شما تو مجموعه برندینگ یک مشاور تجاری و یک مشاور فنی دو نفر تعریف میشه آها اینجا داستان مهم شد دو نفر رو ما با یکی به عنوان مشاور فنی و یک مشاور تجاری در اختیار شما میذاریم سوالات تجاری با مشاور تجاری سالات فنی از مشاور فنی کمک هر چی بخوای این دو نفر کامل از حوزه کاری شما سر در میارن شما رو میشناسن و دیتا و اطلاعات خودشون در اختیار شما قرار خواهند داد. خب خسته نباشید. امیدوارم که برنامه امروز به درد شما خورده باشه و متوجه شده باشید مزایای مشاوره گرفتن رو و همین مباحث هم رایگانه. متوجه مآراد بابت این مسائل پولی دریافت کنیم چرا که اعتقادمون اینه هر چقدر شما شخصت ثروتمندتری باشید میتونید با پولهای بزرگتر کارهای برانسازی خودتون رو پیش ببرید اما اگر انسان ضعیفی باشید انسان ضعیف پولی نداره مثلا هزار تا انسان ضعیف که هر کدومشون یک میلیون تومان هم درآمد نداشته باشن خب چه اتفاق میفته مثلا هزار تا یک میلیون که ندارن یک میلیارد پول هم ندارن اما 5 تا مشتری توان خرج کردن یک میلیارد دارم من پنج تا با مشتری بیشتر دوست دارم پس من نمیخوام شبیه سیای لشکر باشید تماتون حاضرم رایگان هم من هم تیم من آرت برندینگ به شما رایگان آموزش بده تا شما جز سیالش کرد نباشی و از قوی های تجارت باشید که بتونیم با همدیگه بریم جلو و پول های بیشتری رو به دست بیاریم امیدوارم که توصیه رو جدی بگیرید و کارهاتون رو به مرور با همین مشاورها پیش ببرید تا شما هم یکی از موفق های تیم برندینگ باشید دوستتون دارم تا آموزش های دیگه شما رو به خودم میسپارم یا علی روز بر شما خوش